درستش کن، اینجا دیگه امن نیست. بفرمایی، نه معرفی نامه. معرفی نامه برای چی؟ برای توی مارستان. چی؟ شما دو حالت بیشتر نداری، یا تو 72 ساعت آینده اینجا رو خالی میکنی، یا از طریق قانون یه جوری اینجا رو خالی میکنم که خودت حال کنی. فهمیدی؟ موت آقا جنوب هم بهتون میگفت جلو حکم ارباب وایسین، اما تو شاد شده بودین، میزدین، میرقصیدین، شیرنی پخش میکردین. مردای شهر برای قانونی که گذاشتیم اعتراض دارن. الان ما اومدیم اینجا خدمت شما، یه نگاهی بندازین، اگه این دوتا با هم ازدواج کنن به مشکل بر نمیخورن؟ مراسمشان را در خفا انجام دهید و راهی شهر دیگرشان. فعلا خدا رو شکر کنید که افسار شهر دست ماست. وای به حالتون میشه اگر رأی ارباب برگرد. ما همه سعیمونو میکنیم ایشون بهبود پیدا کنه، ولی شما هم تلاشتون رو بکنین، این شریکش که میگه مقصره رو پیدا کنین، شاید مشکلاتش حل بشه. بو قسم شرکت تمثیلچیسی olarak golabi dilayı gönderin. Ödemelerini bir programı olmasın. Tüm tutarı bir kere de ödemeleri gerekir. Dikkat edin, içinde bizden hiçbir iz kalmasın. Koy tu asiri manak. Burgu sen de git biraz. Fakat tamamen de değil tu. Tamamen ben annem hali tunamdı. Efrem Arutiye ko Arutiti gofta Peteri gahtamı doktor rahmeti. سری سوار میشین اینجا دور میشین، میریم به همون نشونی که بهتون دادم. رمال میگفت بعد از طلوع 50 خورشید برمیگردید. یعنی اینقدر این شهر بی صاحب شده؟ اصلا نمیدونم چی شد. اون رئیس بیعقلتون کجاست؟ از ترسش فرار کرد. چی کار کرد؟ فرار کرد؟ یه پیغام به مرکز میفرستی، حتما یه کلانتری به این خراب شده بفرستم. نشون ببین چی میگم، مردم شهر قطعا میان سراغت. چرا؟ الانم به خاطر مرگ ارباب اسکندر مطمئن باش همه میان ازت سوال میکنن. مرگی که قراره اسکندر بمیره. آره، یعنی مردم شهر تصمیم گرفتن که سر ارباب اسکندر رو زیر آب کنن. بحبه آقای مشکات. بحبه آقای اخوبت. مثل اینکه این میز و این آدم ها قرار نیست حالا اینجا رو ترک کنن، نه؟ ببینید آقای اخوت، شما هر موقع که میایید اینجا چهار جمله از این حرفا رو دوباره تکرار میکنید. چی میخواید بشه؟ این چیه؟ حکم تخلیه است. نیازی به این حکم نبود. ببینید آقای پاولزون، مشکات هستم. آقای مشکات، من پدر بزرگم خدا بیامرز حرف قشنگی میزد، معنی شما متوجه نمی‌شدم. ببینین، لطف مکرر میشه حق مسلم. شما چهار سال پیش بعد این مکانو تخلیه می‌کردین، تحویل می‌دادین، فکر کردین مال بی صاحب. نه عزیز من، اینجوری هم نیست. ولی آقای اخوان، ببینین، شما که این همو لطف کردین، محبت کردین، یه چند روز دیگه هم دندون به جگر بذارید ما اینجا رو تخلیه. من میتونستم الان اینو بدم دست وکیلم، با مامور بیاد اینجا دفتر دستکیتونو بریزه بیرون. بازم لطف مکرر کردم. اجازه بدید. ببینین، از این به بعد هر رفتاری از من سر بزنه با حساب رفتار خود شماست. فهمیدین؟ تبسم، چند بار بهت بگم اینجا محیط مناسبی برای بچه ها نیست. خب دلم برای تنگ شده بود. منم دلم برای تنگ شده بود. بابا چه خوب کردی که اومدی. شما بهتر نیست به جای که اینقدر سرک بکشی تو زندگی اینا بری داروهاشون بدی؟ بله خانم، ببخشید، ولی خب الان سرتش نیست. ببینم تو به چیه این اینقدر نگاه میکنی؟ راستشو بگم خیلی دلم میخواست به جاشون باشه. دلت میخواست جایی نباشی؟ بله. چرا؟ خانم خستم، از همه چیز خستم، از همه کس خستم، از پدر و مادرم، از همه. آدم مگه از پدر مادر خودشم خسته میشه؟ بله میشه خانم. نه اونا حرف منو میفهمند، نه من حرف اونا رو. عزیزم، مادر پدر همیشه حرف بچهاشون میفهمند. شما هم تا یه چیز کوچولو پیش میاد اینقدر حرف پدر مادرتون رو نکشین وسط. الان هم تشریف ببرین داروشون بدین. ولی خب آخر. ولی نداره، بفرمایید. بابا شما تا کی اینجا فیلم برداری داری؟ تا وقتی که این لعنتی اسکار منو بدن. نمیشه حالا برین جایزه اسکارتون رو بگیری؟ حتی حدود خودتو بفهم بچه، اسکاری که اینو میدم خیلی معتبره.
بزرگ همیشه میگه باباتون زوده زوده زود برمیگرده، ولی تو نمیاد. خب دیگه باید بریم خونه. باز که تو دیر کردی، من تو تمام زندگیم آدم از تو تنبلتر ندیدم. دستت شاقی نمیتونی تو اونها بری؟ بس میگه دیگه، یه ذره زودتر از خونه را بیفت به موقع برسی. بزنیم برسم بعدی قبل تلک بارم کنی. اگه بخواد اینجوری بشه نمیشه ایدام اصلا من میرم خونمون نانم تا هم. بشین بابا بشین، اگر ناز نکن. شیرنه کجا وردی کلک؟ تولدی هر با بود من هم همشه برش نمو بود. دست دادم به قول آقا جونم، شما جماعتی هستین که هر بلایی سرتون بیاد حق بتونه. یه چیزی داری شیرنی میرمونی؟ چرا فکر میکنی ما حقمون آقا مجلل؟ من در خونه که میام بیرون صد جا رو مواظبت میکنم که گیر این دوتا ضعیفه کلانتری نیفتن منو بگیرن ببرن اون تو جریمم کنن. گفتم که شما هر بلایی بیاد سرتون حقتون. شما میگی ما چیکار کنیم؟ والا من که میگم کاش بمیره جون هممون راحت بشه. بمیره؟ 92 سالگردی زندگیشو تولد گرفته بمیره؟ اینجوری نه نگین دیگه، خوب نیست آدم به مرگ کسی راضی باشه. بعدش هم ما که مشکلمون ارباب نیست که، ما مشکلمون دو زن ارباب با این قانونی که گذاشته، قانون علکی. من که بس که تو خونه نشستم پوسیدم، دلم خواهد یاده ما بگیرم سرش یه مور سرش کم کنم. آخ آخ آخ، دست رو دلم نزنی، به خدا به چیزی میخوام بگم، میخوام راز بهتون بگم. من بوی تنباکو که بهم نخوره خاطر میکنم، اینجوری میشم از ترس زرم بیرم پر پشت بومون، اما با حالا توی قهوه خونه رو نگاه میکنم شاید یه جوری آرامش بگیرم. آقایون من شبکه میخوام، اما خوابه گوشت دنبه میبینم دلم لک زده برای یه راستا یه شق گوش که خوردش کنم. دلم لگ زده برای یه مشت مال حسابی تو همون. خیلی خوب بابا، ول کنید این حرفا را، بذارید ببینیم آقا مجلل چی میگه. خب حرفاتونو زدین، حالا خوب گوش کنیم ببینیم من چی میگم. از نظر من تا وقتی ارباب هست همینه، وقتی ارباب نباشه دیگه زن اربابی هم در کار نیست، وقتی زن اربابی هم در کار نباشه دیگه قانونی وجود نداره، قانونی هم که وجود نداشته باشه دیگه شما همتون میتونید به کارتون برسید. فهمیدی؟ از سلطان؟ سلطان از نظر من یه نوکر بیشتر نیست، وقتی ارباب نباشه نوکر دیگه میره دنبال کارش دیگه، کاری نداره. یعنی شما میگی که؟ من چیزی نمیگم، من فقط دارم میگم که بشینی خوب فکر کنین به یه نتیجه برسین که راحت شی. همین. از شما میگی یعنی اربابو پخمه؟ پخمه. خب دیگه من عجله دارم باید برم. خیلی خوب دیدید که چی گفت، قصاب و قهوه چی برن کاری یه سره کنن. چرا من؟ من میدم تو ما و قهتاب تو ما دهتی ارباب ناراحتین دو تو ما به نده من بهتره دهتی این کارتی تی برمیان. بابا به هیکل درشت من نگاه نکنید، به خود من قلبم مثل گنجیشکه، من اگه قاطی میکنم فقط باز خودم قاطی میکنم. آیون هیچ کدوم جگره منو نداری، یه همراه به من بدین تا من اینه شرشه بکنم. من از داری دنیا که یه مادر بیشتر ندارم، اینم مگه تورین بشه دهخونه بمیره شما راحتی؟ نگران نباش، من حواسم به ننت هست. مام همینطور، هرچی پارچه و لباسم خواست خودم بهش میدم، اگه گوشتم خواست خودم بهش میدم. نگران نباش، اگرم مریض شد خودم جوشونده بهش میدم، دوا درمونش میکنم. اینجوری زندگی ننم خیلی بهتر از الانش میشه. میرم، من میرم. ولی جناب من اگه من بیمیرم خدای نکرده قانون برگرده کی بره تو کلانتری؟ نگرانی اون نباش، من خودم حواسم کلانتری هست. منم حتم اما برم من کشتشان بابا زیر سر همین ارباب نبود. چرا خدا ناکومش کنه؟ اگه خواهر بزرگی تو رو برای کنیزی نفرستادن شهر کوچیکه. چرا و زهر مار این همه دلیل، تو برو کارات انجام بده، ما همه پشتتیم. دیری میکنی زیاده عذاب من رو خود میکنی برای یه سیب عرضش. یه خیارو برشتی؟ نه دو تا برداشتم، خیارو دو تا برداشتم برای خودم خودم.
هم بفرمایید بانو. همه چیز مرتبه؟ بله بله احتمالاً. یعنی چی احتمالاً؟ تو امروز چه مرگت شده؟ کمی شور میزند. چی شور میزند؟ دلم غلط میکنه شور میزند. بیا برو ارباب از اتاقشون بیار بیرون. یلا. چشم. مولی واقعا خسته شده از این قانونایی که این ارباب اسکندر گذاشته. راستش ما اومدیم با شما صلاح و مشورت کنیم ببینیم چی کار کنیم. من اهل صلاح و مشورت نیستم. منظورش اینه که ما باید چی کار کنیم. اینکه خیلی عالیه. برنامه روش بگویم آینده چی میشه. چی شد؟ چه چه؟ مرده مرد نکنه آتش بوده. نکنه خونش گردن ما رو بگیره. میخوای من یه چک بزنم خوب شه؟ ای بابا چک بزنی که مرده. تو هم دستا دو انگلی ها قلقشینه. ای بر قهوه چی؟ ابر سفیدی بر آسمان میبینم. مردم شهر شاد و خوشحال میبینم. دو مرد قوی کل باعث خوشبختی و خوشحالی شما مردم میشن. منظورش قصابه و؟ اگر قدر این دو مرد قوی هیکل رو بدونید مای سعادت رو بر شونه های مردم می نشانم. پس با این تفاسیر همه چی تمومه. فقط باید همه کارا به خوبی و خوشی پیش بره. تمیز و مرتب. آه بچه ها همه چی تمومه. وقتی همه بلنشیم بریم. دمت گرم. رمال باشی. چی شد یه دفعه؟ خود ما هم گیج هستیم بانو، ولی فکر میکنم از زغالش باشد. مگه 100 دفعه بهت نگفتم نظر بره طرف آتیش و منقل؟ من چه ربطی دارد بانو؟ من چه کار میتوانستم بکنم؟ وقتی با دیگر اربابان منطقه میشینن و آتش چاق میکنن من برمم خودم رو بندازم وسط بگم حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ نمیدانم چه خاکی، ولی باید کاری کنیم که مردم بفهمن. یعنی باید چه کار کنیم؟ نمیدانم چه کار کنیم. ما باید کاری کنیم که مردم نفهمن، اگر نه هر جو مرج میشه. چه کنیم؟ فعلا نباید کسی خبردار شود. این را جایی قایم میکنیم و کم کم به مردم اطلاع میدهیم. آره آره نظر خودم هم همین بود. باید مخفیش کنیم. ولی کجا میخوایی مخفیش کنیم؟ بی خود به ما نمیگوین سلطان تدبیر. جایی مخفی میکنم که عقل جن هم نرسد. فقط شما به همین بگویید که بیمار
است. نه 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 نه، اصلا به صلاح نیستی همچین چیزی بگم. فعلا تو یه جایی پیدا کن که پنهانش کنی، بعد ببینم چه خاکی تو سرم میریزم. عصبانیتتان هم جذاب است جانان. همه رفتنی هست. نمیدانم با غم رفتن تو من چی کنم جانان. همه میفهمن بالاخره. متاسفانه ارباب کمی کسالت دارن، باید استراحت کنن. وای خدا مرگم بده. یه لحظه اینو بگیر، این قضیه هم نشد. پسرم چی شده؟ هیچی، کسالت داره، باید استراحت کنه. خودم میخوام برم ببینم. نمیشه، سلطان پیششه، به پرستار دیگه نیاز نیست. خب هیچ پرستاری مثل پرستاری مادر نیست. ای بابا، واگیر داره میگیری. من میخوام از واگیری بیماری پسرم بمیرم، بهتر از دست بعضیا دخ کنم. طلعت خانم گوش کن، پسرت مریض شده، تب کرده، بعد گرمش شده، بعد مجبور شده که همین. خیلی خوب، من میرم اتاق استراحت کنم. من از جریان حال پسرم خبر بذار. بله بفرمایید. نوشابه. بله خانم. بله بله، همه این میوه و شیرنیا باید جمع شه. فهمیدی؟ بله. خبر بیماری ارباب از امارت بیرون نمیره. بله چشم. وایسا چی گفتم؟ خبر بیماری ارباب از امارت بیرون 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 نمیره. آها نمیره. 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 نباید بره. نباید بره. برو به ساعت بگو شیرینی نمیخواد تو بس کن. سان چرا برای بود به ما گفتم؟ آیا با بچه یه قول میزنی؟ چه خوابی رفتی؟ چرا میخوابه نگشیدی پای؟ تو نمیخوای بدونی کی میکشده؟ نمی حقا داره چیزی یا کی میکشدش؟ ببین من حواسم جه همین دور برست، تو چی کار میکنی؟ میزنی میکشیش؟ من هم خرم نه، من این دیمون نمی کنم این کارم. حالا چی چی؟ من با کشم، من بیکنندم، با پا کنندم، آتوهای بعد خود بتابی. نه تو بیمیری. تو ده بیمیری؟ حالا یه دفعه که حرف تارو وقتی شب بکنی با کشش تا بری. با چی چی؟ با این گلدون. و این؟ آره خوشبورتی تمام کشمش. خاک به سرت شده. خاک به سر خوده؟ تو ببینی مرده. مرده؟ آره اینو به طلبه چش چطوری بابا؟ خاک به سرمون شد. چرا مرد؟ چرا؟ خدا نکن ببند این دکاترانه تو. خدا بیامرد. بعد بخ بلنشو بذاریم به تو. دیگه نمیکرم که چطه چونگا فردا میزنم به بکنه جناره. جناره شو بلنشو فرو بلنشو کجا میزنی؟ چه کردی؟ جنازه را گذاشتم بر تشت، مقداری یخ گذاشتم که بو نگیرد. خیالتان تخت باشد تا بعد ببینیم چه می شود. کسی که متوجه نشد بانو، مگر ما قاقیم؟ خیالتان راحت باشد، حواسمان هست. این چه بلایی بود که سرمون اومد؟ درست است، مرگ ارباب بزرگ برای ما بسیار سنگین است، اما مسئولیت شما بسیار سنگین تر خواهد شد و تمام این کارها بر دوش شما خواهد بود. من؟ نه من، مگر ارباب همسر دیگری هم داشت؟ پسرش هم که در فرنگ چیزی خبر ندارد. خوب؟ خوب که خوب، شما میمانید و این تخت ارباب و رعایا. من هم البته کمکتان خواهم کرد. خب آخه من که یه زنم، مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ خوبم میشه.
مگر یادتان نیست روزی که کنیزکان آمده بودند؟ ارباب گفت سلطان، گفتم جان سلطان، گفت تو برو انتخاب کنیم کنیزکارا. من رفتم و آنجا بودش که تو را ندیدم آن روز. عذرخواهی میکنم. بله پارچه بیار بکشوش پلکسی. پاشو پاشو دختر، پاشو بریم، مریضای دیگه موندن. پاشو 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 بفرمایید شما. آخه اول خوابید بعد مرد. نه نه نه، وقتی مرد خوابوندنشو فکر کنم اتصالی کرده این بنده خدا، آمپرش هم زود بچسبید، سیم به سیم شد، فازانل شکی شد. آخه اینجا مردن به راهه، تابوتم تو راهه. میگم بهتر نیست ما از اینجا فرار کنیم تا نمردیم. ها غذا بخوریم. نه میخوام تونل بکنیم فرار کنیم. ولی جدی جدی مردا. هم بابا داره شوخی میکنه، داره تمارز میکنه. بری 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 جدی. صاحب این هست این خود داره میخونی. گلی گم کرده ام جویم اون را، به هر گل میرسم میبویم اون را. خیلی ممنونم از دوستان که با دست گلها، تاج گلها، اسمزها، شاخ گلها، بست گلها، گلخونه ها میوه همراهی کردیم. میوه ها برمیتونیم بیتر مازمی با دست باز چی شده؟ زن آقام دوشت ببخش بند خدا مرده این آبرش مرسم گرفتم. بله دارم میبینم. آخه این مسخره بازی ها چیه؟ نمیگی ممکن امروز بازرس بیاد؟ بعد من باید جواب مدیریتو چی بدم ها؟ یالا جمعشو گو ببر تو یالا جمعش. آقایان مرحوم چجور آدمی بود؟ بسیار بد. خیلی آدمی کات مده مده آمده خوب آقای مشکل ببخشید امبولانسو مدرسه نازه این بند خدا رو ببر. بله
بهتر از این کسی در زیر زمین نبود؟ نه فقط خودم دیدم. چگونه بالا آمد؟ به نکبت و چالش خودم آوردم اش بالا. تو؟ آره آره وقه. چرا تکان میخورد؟ فکر کنم بعد ترسیده این ترس لرزان شه سلطون. ساکت. من که پام خواب رفت میگم سلطون امیدی بشه؟ اگر لال شود و چیزی نگوید مخصوصا به تو شاید زنده بمانم. کسی از این موضوع بو نبرم. اخیالتا چی دیده؟ آن چیزی که نباید میدید را دیده. وای مگه نگفتم ارباب یه جای مخفی کن که عقل جنم بهش نرسه؟ عقل جن نخواهد رسید. من نمیدانم این فضول چگونه رفت زیر زمین. از بیورزگی خودته. چیزی هم به کسی گفته؟ اگر بگوید میگوییم هزیان گفته است. اگه این خبر به گوش مردم شهر برسه دیگه نمیشه جمعش کرد. خبر مرگ او به گوش کسی نخواهد رسید. نه نباید برسه. تو خیالت راحت باشه. نباید خبر مرگش به گوش کسی برسه. بابا برای چی خوابیدی پاشو؟ بابا اسکندر مرد. پوت در زر مرز مرد حسابی. بذار من یه چای نبات خواب بکنم. هر روز که داری چای نبات میخوری خبر خوبات زده بردم دارم. یا اسکندر مرد تموم شد. بعد بیا ره پسر اون مرد دیگه نمیمیره. هزار بار دارنا شاید کردن که این مرده. رفتن دیدن زنده. آقا جون به جون خودم این پسر چاقه. با قصابه رفتم بالا سرش حرف بزنن دیدم مرده. تو مطمئنی؟ آره دیگه. پس برای چی نشستی؟ برو یه سر بزن چه خبره. آقا جون فکر کنم یه قلوب زیاد زدی چای نبات و من وایستادم. کی نشسته؟ باشم شما خود ممنوع کردیم و بریم تو عمارت. آقا پسر جان دیگه فرق میکنه. الان فرق میکنه. برو کاری کن. باید میخوابونه درست بخوابیم تو عدم. آه پس فرق میکنه. حالا زیادم دل تو صابون نزن. اون زنی که اون اسکندر گرفته ما بتونیم یه پونه زم صفر کنیم کلامونو با بنزن. باشه باشه. همش پای نصب مرتکه. گلای هی 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 دلی 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 هی هی هی. زن ارباب دلبری نکنی یا حالا دوباره برامون نقشه میکشن نقل خارج میشه. من اصلا خوشم نمیاد با این جماعت وصلت کنم. خب باشه بشین. آرزو به دل موندیم یا برای شادی بیایم خونه ارباب. ماما راست میگن که زن ارباب قبلا کلفت بوده. خیلی دوست دارم بدونم تو مغز زن ارباب چی میگذره. خب معلومه دیگه. الان داره فکر می‌کنه ببینه چجوری بعد مرگ ارباب پدر مردم رو در بیاره. خوش به حال کنیزای این امارت. چرا؟ چرا؟ هم خورده خوراکشون به راهه، هم یه اسم و رسمی دارن. ولی عوض شوهر نمی‌کنن. چیزی بردن نمی‌خوری یا می‌خوام یه ناهار حساب بخوری؟ گوشنمه. توپ تو شکمت ولی کم صبر کن دیگه. مادر. چیه؟ الان مگه قرار نیست غذا بخوریم؟ آها پاشو بروش دست به آب. پاشو شده. بازم تسلیت میگم. آه این غمی که بر دل ما نشسته مگه با این واژه ها بیرون میره؟ وای اینجور نگین فرنگیس بانو. شما الان تنها پشت و پناه این مردم هستین.
بانوی اول این شهر و این رعیتی. بعدشم شما تو این سن و سال نباید غم و اندوه به دلتون راه بدین. بالاخره اربابم سن و سالی ازش گذشته بود. شما نباید بقیه ی عمرتون رو تو تنهایی سپری کنی. متوجه نمیشم. منظورم اینه که مراسم ارباب که تموم شد شما باید به فکر این باشین که از تنهایی در بیاین. البته به نظر من مردی نیست که لیاقت شما رو داشته باشه، ولی همین الانم مردایی هستن که حاضرن براتون جون بدن. مثلا همین شهردار خودمون، از مال و ملال که میدونید ته نداره، مرد خوب و عاشق پیشه ای هم هست. اون روباه پیر هنوز زنده است؟ اینجور نگید خانم، بیچاره سن و سالی نداره. هنوزم بعد از 8 زن وقت عاشق شدنشه؟ بعضی حقشون همون کلفتیه. غذامونه میدادم میخوریم و بریم، خسته شدم. برده حسابی صبر کن، تازه ارباب خواهی کردیم، یکم حوصله کن. رما قضیه دیگه کنسل شو. با اون کاریت تو با قصاب کردی معلومه کنسله. حفظه حفظه، حالا میام گیرندم و لالی بگوی ما کسا نکشتیم. ما همه که کشته بودیم، ترسی نداشتم. ساکت خب این حرفا رو ولش کن، الان یک کاری دستمون میدی. فعلا به فکر این باشین که از امروز دیگه مرد این شهر خودمونیم. هیچ وقت هم طوری نمیشه. کی؟ از با نام اتر نجوز. گریه میکنی تو؟ گریه نکنم چی کار کنم؟ بذار گریه کنم برای خودم. برای خودم؟ برای ارباب باید گریه کنی؟ برای ارباب باید گریه کنم؟ بسست دیگه مردی گنده، بسست دیگه. خب بذار گریه کنه دیگه، راست میگه دیگه، بیچاره شدیم، گریه کن. گریه کنم؟ چرا؟ ای چرا؟ خب اگه ارباب بود حداقل بیشتر هوای ما رو داشت، الان میافتیم دست این سلطان هممونو بیچاره میکنه. وا، تا وقت ماه طلعت هست سلطان چی کار است؟ اگه به این حرفاست که فرنگیس خانم زن ارباب بوده، ایشون باید برای همه تصمیم بگیرن. اجازه اسکی تا حالا زنها برای مردم تصمیم میگیرن که زن ارباب دویومیش باشه؟ وای بدبخ شدیم، سلطان میاد پوستمونه میکنه بندره برای خودش. من میدونم الان یه لحظه الان پوست ما به چه درد سلطان بخوره تو میخواد وردرت برای خودش؟ آخه سلطان پوست دوست داره. ها؟ پوست دوست داره. یعنی چه؟ میگم سلطان پوست دوست داره. چی ها؟ پوست دوست داره. یعنی پوست دوست داره بعد. بگو پوست دوست داره. نگران نباشی، ماه طلعت نمیذاره. فرنگیس خانم نمیذاره. ماه طلعت. فرنگیس. ماه طلعت. فرنگیس. ماه طلعت. فرنگیس. اینقدر شلوغ نکنین، ما کلی کار داریم، ما سیومو در پیش داریم، هفته را داریم، چلومو داریم، سوالو داریم، ارباب، ای زود رفت، ای خیلی زود، ای تو عشق خداحافظی کرد، ای حداقل یه نیم فصلی که میتونه زندگی کنه. نیرکو، آروم باش، وای، وای، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، مگه ارباب و زن ارباب توافق نکرده بودن که بعد از مرگ ارباب دیگه زنه نباید برن سر کار، بدبخت شدیم. میگه وای الان همه چی به هم میریزه که این مرده که من میشناسم اگه بیان سرکار این زنا بیچارن. وای بدبخت میشین، اینجوری تلافی میکنن، پدرمون در میاد. وای این چه شرطی بود که فرنگیس خانم گذاشتن واسه ازدواج؟ فرنگیس خانم شرط نذاشتن، خانم لیاقتشون بیشتر این چیزاست. عزیزم بی خود دفاع نکن، تا همین دو سه سال پیش فرنگیس خانم داشتن توی مطبخ جای ما کار میکردن، حالا شانسشون زد و زن ارباب شدن. من نمیدونم چرا ارباب یکم دور و برشون رو مثلا نگاه نکردن، یکم چشاشون رو بیشتر مثلا باز نکردن. ارباب دور و برش ببینید چی بشه. اجازه بده چشاش بیشتر باز میکرد. ارباب به چشم بسته رو میخواست انتخاب کنه، قطعا شما رو انتخاب نمیکرد. مگه چشه؟ چرا بعد هول میدی؟ من خوبم هول میدم. ولش کن، من یه چیز کلی گفتم. آقا این قضیه هیچی. هیچ. ولش کن. آقا پس این قضیه هیچی. تا اینجا هیچی. شما میخواین دیگه کلی جزئی اصلا صحبت نکنید؟ مرسی.
اگه ارباب اون شب هوشیار بید و انگوش نمیزد پا اون برگهی که شرط و شروطی فرنگیز خانم توش نوشته شده بید، چقدر گفتم ارباب یخت کمتر، اگه از حالت طبیعی خارج نشده بید ارباب الان زندگی ما از آسگ نبید. وای چی شد؟ چی شد این؟ چی شد؟ این برگه یکا پاشا انگوش زد اربابا نمیدونه کجا هشته ساش بریم مردموش کنه ما این برگه را. از کجا بدونم کجاست؟ گفتم دونامون توی شد بده. بچه ها راستش منم همه اتاقا رو گشتم خوب نبود. وا به من چه؟ خب محتلط خانم دستور داده بودن. شما از این به بعد یا کلا فضولی نکن یا اگه میکنی پنش نکن. آخه اینم هیچی. پس این قضیه هم هیچی. این حرفا ما یه شمگساری ناراحتی میشه. قضا برای امروز چی درست کردیم برای امروز؟ اینم هیچی. اینم هیچی. بلش. اینم هیچی. این قضا هم هیچی. کلا هیچی. بگذاریم ازش. بله ارباب زاده آمده. کی بهش خبر داده؟ الهی لالشی، الهی جز جگر بگیری تو. چرا من زبانم لال شود اگر من گفته باشم به او؟ بی پدر شدی، بدبخت شدی، بی پدر شدی، بی پدر، بی پدر، بی پدر، بی پدر، بی پدر. شما؟ ارباب زاده. شما هم از کنیزای پدرم هستید؟ خاک عالم، بانو فرنگیس، بانوی اول امارات. ارباب زاده، منم فرنگیس، همسر پدرتون. آها، همون کنیزی که پدرم باهاش ازدواج کرده. توی نامه هم برام نوشته بودن. ما نامه ای ننوشتیم. اگر نوشته باشیم می نویسیم فرنگیس. نمی گوییم فرنگیز. ای وای خاک عالم به سرم، این چی پوشید این ارباب زاده؟ لباس دیگه، این کته، این هم که جلیقت، این هم شلوار، این هم کفشه. قرمزه، قرمزه، دقیقا قرمزه، آفرین. آره دیگه، من رنگ قرمز خوشم میاد، خیلی رنگ شاد و دوست داشتنیه، همیشه قرمز میپوشم. بیا بیاییم بریم درستش کنم. بیا ارباب زاده. کجا؟ بریم کار زشته، لباس قرمزی پوشه برای خودش. بروید. کجا؟ آنسو. به آنسو بره. یا اگه پیرن قرمز بروید. نمیخواد. فرنگیز، فرنگیز، فرنگیز. امر بفرمایید جانم. با ارباب زاده چه کنیم؟ کلی فکر کرده بودم بعد از مرگ ارباب برای این رعیت سروری کنم. من هم همینطور. چی؟ عافیت باشد. میگم چی گفتی؟ منظور چی بود؟ آره، داشتم به این فکر میکردم. شما در هر شرایط سرور این رعیت هستید. ما باید شرایط را جوری بچینیم که این ارباب زاده از اینجا برود، چون ماندنش منفعتی ندارد. خب به نظرت باید چی کار کنیم؟
شما بسپارید به من. اصلا هرچی به تو سپردم گن زدی رفته. تو هیچ کاری نمیخواد بکنی، فقط به همه بگو به ارباب زاده احترام بذارن تا فکر کنیم ببینیم باید چی کار کنیم. چشم جانم. حیف که خسته نباشین آقا. درو برای چی گذاشتم؟ درو واسه این که واسه این که شما در بزنین بیای تو. بله میدونم، ولی آقا مجلل گفتن که اشکالی نداره. آقا مجلل غلط کرده با تو. حالا حرفتو بزن. من با فرنگیز خانم صحبت کردم همون جوری که خودتون گفتی. گفت؟ نه. چی رو گفتن؟ با مگه نگفته بودید ازش براتون خواستگاری کنم؟ خب گفت نه دیگه. بیلیاقت نفهم. برو بیرون، بودو بیرون، برو دو بالخاره. سلام. علیک. خوبه ها؟ همین که داماد آدم بشه پسر ارباب و مادر خونده آدم بشه زن سابق ارباب دیگه مزه نریز دیگه. مزه نریز؟ نکنه فرنگیز خانم رو واسه من خواستگاری کردن. خواستگاری کدوم پسر؟ یکی رو فرستادم بره زیر زبونشو بکشه ببینم بعد از اسکندر چیکار میخواد بکنه. آه. پس همون میخواست از زیر زبونش بکشی بیرون گفتی این لابله یه خواستگاری ریزی هم کرده باشی. کلک یارو هم رفته تو هستی. یارو فکر کنه چه خبره؟ غلط میکنه، داره ناز میکنه پدر سوخته شوهر مرده. آجی من بهت گفتم اینجور مورده رو خودت حضوری بلند شوارم. اون الان دوتا لایه سیبیل رو هم میدید آب لب و لوچش را میفته. اینجور ناز نمیکرد. پسر جان بار اول حول بازیشه، من بازیش بلدم. آها پس از اون جهت بزنم من همه قلوب چایی دواد دلم خیلی درد میکنه. آجی بازم خودمانی شدی، برو گم شو، برو بیرون. کلن یه کار به استفادن اونم تو حالتونم جون بده. زحمت میکشین بشینی دور هم یه چای میخوریم دیگه. نه خواهش میکنم، این وظیفه ماست، شما بفرمایید. نه ارباب زاده کارشون رو بلدن. خب گفتم ما که بیکار نشستیم، کمک ایشون هم میکنی. نه خیلی شما بفرمایید. الهی دورت بگردم که مثل بابای خدا بیامرزت نوکر دوستی. من به تو افتخار میکنم. خدا رحمت کنه اربابو. وای این پیرزنه رو اعصاب منه. چشمان من کور شود نبینم. حال شما رو مکدر این گونه بانو جانا، مهم اینه که ما الان حفظ آبرو کنیم. من نمیدونم این چرا نمیمیره. شوهر مرده، پسر مرده، دختر مرده، خب بمیر دیگه. من؟ چقدر خنگی تو. میدونید الان چی مهمه؟ چی مهمه؟
مهم اینه که بانو جانا سلامت باشند. بمیر تو، فقط بمیر. من که بی تو مردم بانو جانا، مگر قلب من میتواند بدون تو بماند مانا؟ مرا خوانده اید بانوی اول امارت، بفرمایید. بیا که جلوتر میتونی یه کاری کنی، چند تا سکی بدی به این دختره ول کنه ما و این امارت بشه یا نه؟ وای، گوشهای من کر شود، زبان من لال شود، نشنویم چون این سخنانی. وای وای، تنها سگولی ارباب بزرگ دیگر نشنوم، دیگر نگو. خب بس دیگه، پس یه کاری کن، وقتی من هستم، وقتی من حضور دارم، بره یه گوشی به تمرگه با بمیره. بمیره بمیره، وای بر من. گوش ها کر شوید، زمان ها لال شوید. آی وای، چه سخنانی میشنوم، چرا من باید این حرفا رو بشنوم آخه؟ دیوانه. من دیوانم، من دیوانم و دوست کاری خواهم که خجالت نمیکشه پیرزنه. تحمل میکنم، فقط به خاطر تو من اینجا، عشق تو مرا زنده نگه داشت جان جانم. شما یک ساعته کجایی؟ نمیگی من جو حسولم سرمیره تنهایی؟ شرمنده حسام جون، رفته بودم به مراسم رسیدگی کنم. بعدم یه چیزی، اربابزاده درست نیست جلوی کلفت نوکر لم بده. قشنگ باید بشینی به تخت تکیه کنی. آره اینجا راحت بودم، همینجا هم لم دادم. یکم راحت باشین مثل فرنگی ها. چه حرفا میزنه پسرم، هر جور راحتی اینجا راحت باش. این عمارت با تخت همه و همه فدای یه تارموت. همه و همه که نمیخوام، همین تخت و میت کافیه واسه من، همینجا بسام. نه عزیزم پسرم، این حرفا چیه؟ کل این عمارت برای توه. آره خدا رحمت کنه مادرت، عجب کدبانوی بود. از تمام این لشکر زنای بابات مادرت نمونه بود. خدا رحمت کنه کل انواتو از اول تا آخر بل اتفاق. مهم الان ما ایم که زنده ایم. بعدم یه چیز دیگه، تو از کجا به این زودی خبر بهت رسید و خودتو رسوندی؟ خب از امارت بهم خبر دادن دیگه، اول که خبر تولد پدره دادن که من نتونستم بیام، وقتشو نداشتم. ولی دیگه خبر مرگشو که دادن گفتم پاشم بیام ببینم چه خبره. از خود امارت بهت خبر رسید؟ آره دیگه، مثل همیشه هر هفته بهم خبر میرسونن از هر اتفاقی که میفته. نه پسر خدا بیامردم همش دوست داشت که این پسر نازنینش در جریان تمام اخبار و امورات قرار بگیره، به خاطر همین هر هفته اخبار رو به اطلاعش میرسونده. حالا اینا رو ولش کنید. پسر گلم، غذا چی دوست داری برات بپزم؟ من که خیلی اهل غذا این حرفا نیستم، هر چی درست کرده کنار تو منم میخورم دیگه. حرفا میزنی، یه غذایی برات درست کنم، همه انگشتاتو نیست و نابود کنی. بابا چی کار با انگشتای من داری؟ هرچی میخوری درست کنی.